پیش بینی می شود که راهپیمایی روز شنبه 21 ژانویه به بزرگترین راهپیمایی در تاریخ ایالات متحده آمریکا تبدیل شود. قرار است در این روز 200 هزار نفر در خیابان‌های واشنگتن، پایتخت آمریکا به راهپیمایی زنان بپیوندند. برخی از های سرشناس آمریکا نیز برای شرکت در این رویداد اعلام آمادگی کردند. اقدامی در اعتراض به دونالد ترامپ و برای نشان دادن همبستگی میان اقلیت‌ها در این کشور. ربکا رودریگز که یک فیلم ساز است معتقد است که دونالد ترامپ برای مقام ریاست جمهوری مناسب نیست. او میگوید من فردی را می بینم که با کلماتش نفرت و خشونت علیه جوامع به هاشی رانده شده در این کشور را تشویق می کند. شرکت کنندگان انگیزه های متفاوتی دارند برخی برای حمایت از حقوق همجنسگرایان می آیند و برخی برای حمایت از حقوق مهاجران گروهی نیز برای دستمزد برابر کنترل استفاده از اسلحه حق سخت جنین عدالت نژادی یا تغییرات آب و هوایی لیندا از شرکت کنندگان می گوید مردمی که در این راهپیمایی به خار بزرگی در چشم این دولت تبدیل می شوند زنان این کشور هستند ایده برگزاری این راهپیمایی پس از آن قوت یافت که سخنان توهینآمیز دونالد ترامپ در سال 2005 درباره زنان در جریان مبارزات انتخاباتی او در سال 2016 میلادی در شبکه های اجتماعی منتشر شد. <applause> <applause> راهپیمایی واشنگتن تنها راهپیمایی این روز نخواهد بود قرار است صدها هزار نفر در دیگر ایالت های آمریکا و در سی کشور دیگر از کلمبیا تا میانمار از عراق تا عربستان سعودی در این روز به نشانه اعتراض به خیابان ها بیایند تاکنون کنون اخبار مربوط به برگزاری 600 راهپیمایی در سراسر جهان منتشر شده است. در میان معترضان فعالانی از تمام گروه های اجتماعی دیده می شود و یکی از ابتکارات در این باره از کالیفرنیا سرچشمه گرفته. قرار است بسیاری از شرکت کنندگان در این روز کلاهای دست باف صورتی بر سر بگذارند. مارینا مونتروس از بافندگان میگوید هر بار که یک کلاه می بافن می گویم اکنون دیگر کافی است و باید این کار را متوقف کنم سپس چیزهایی درباره دونالد ترامپ در روزنامه ها می و با این کار دوباره کاموا به دست می گیرم و کلاه بیشتری می بافم